برنامه هستیم دوستای عزیز و حالا هم در کنار ما دکتر صاحب محمد یما شهاب هستند متخصص امراض داخل اندوکران و امروز روی موج دوم کرونا صحبت میکنیم شما عزیزانی که در این مورد معلومات نداری بیشین ما رو تماشا بکنین همچون کرونا رو هم با عواملی او که داره و همچنان اون نکات بهداشتی که داره ما رو حد بکنین سلام دکتر صاحب صحبتان بخیر خوش آمدید سلام بر شما و سلام ویژه خدمت همه های سلام شما. زنده باشید. در نخواست خواهیم بپرسم مطمئن هستم بیشتر از هموطان ما هم امین سوال در ذهنشان است که آیا موج دوم کرونا واقعیت داره یا خیر؟ یکی از تشویشاتی که فعلا در جامعه تیبی افغانستان و سرتاسر سر دنیا را فرا گرفته تشویش از موج دوم کرونا هست مستخب. موج دوم کرونا با موج اول کرونا چی تفاوت داره؟ عواملش فرق میکنه یا اما عواملش؟ خوب اگر ما سر اعراض و علائم موج اول کرونا بپیچیم <تصفح> کرونا ویروس بود و هست که تارگت یا هدف حجرات شش ما را قرار میده به می دلیل شش ها معوف است و مریض است و ما یک موج خطرناک یک ویروس مهلک سپری کردیم طبیعی است که اختلاطات ویروس کرونا سر سیستم عصبی سر گرده ها سر جگر و سر دیگر سیستم ها تاثیر فوق خطرناک داشته و بدن ما و خصوصا کسایی که کرونا را سپری کردند یک حالت بسیار عجیب غریب و از نظر ویروسی و از نظر بیماری سپری کرده <applause> طبیعی است که اگر موج دوم کرونا بیاید خطرات و مشکلات جدی نسبت به موج اول خواهد داشت بله دکتر صاحب میگن موج دوم کرونا بیشتر روی کودکان و نوجوانان تاثیر میکنه خوب ویروس کرونا ساختمان تغییر داره نظر به ژنتیک هر فرد تغییر میکنه اه اه یکی از دلایل همی که سبب مرگ و میر پرسونل طبی شد دلیلش همی بود که پرسونل طبی از چندین شخص متفاوت ویروس کرونا را گرفتن اه. یعنی یک دکتر در طول یک روزی که بیمار را میدید بی بیمار را میدید و بی سی نوع ویروس میگرفت با وجودی که ویروس یک نوع واحد خاص داره اما نظر به ساختمان ژنتیک هر فرد کدینگ مختلف میشه و ساختمانش تغییر پذیر است <applause> به می دلیل وقتی که یک فرد دچار به ویروس میشد از چندین شخص متفاوت میگرفت <applause> به می دلیل سبب ایجاد یک کمپاوند ویروسی در بدنش میشد و سبب مرگ میشد به می دلیل اگر ساختمان ویروس تغییر بکنه و ای که ما یک زمستان را پیش روی داریم و وطن ما و شما از نظر آب و هوا سرد است ممکن خطرناکتر باشه و کودکان از شما از خطرات صحبت کردین از پس تابستان و پس هایی که خنک بیشتر میشه و میشه و شما گفتین که بیشتر میشه این مرض بعض ها به باور هستن که زمانی که گرمی باشه هوا گرمی باشه مثل پس بهار که سپری شد و زیادتر کس ها به یک بودن که آفتاب میتونه که از بین بره برای ویروس کرونا و اون میکروبی که وجود داره چه قدر شما به گپ اتخاذ دارین و باورها چی من قطعا معتقد نیستم و پیشنهادم برای هم. ما است که در اتر موارد اعتقاد نداشته باشند چون حدودا زمان تغیان ویروس کرونا در آسیای مرکزی ما در شهر دیلی بودم فوقلاده آب و هوا گرم بود العاده وضعیت توری بود که برای ویروس مستعد نبود بس. اما ما دیدیم که بسیار ویروس یک سیر خطرناک و واسه گرفت و امروز شما ببینید که یک فصل گرما هست در هندوستان مهم. اما هندوستان مقام دومه در سطح دنیا برای ویروس ها گرفت بیشتر هم ما دکتر صاحب در بر اثر ویروس کرونا جانشون از دست دادن بعضایشون اگر مبتلا شدن بیماریشون بی ساعتی شد دوباره ساعتیاب شدند شدن و زندگیشون را ادامه بدن اما کسانی که بار اول کرونا گرفته آیا موجود هم قرار است کنار دوباره بگیرن؟ یکی از تشویشاتی که وجود داره همیست سازمان های تحقیقاتی در سطح دنیا تحقیقاتی را که روی ویروس کرونا کردن تا هنوز صرف اونا تثبیت کردن که سیم معافیت ما ایجاد میشه پیش یک فردی که ویروس کرونا را سپری کرده اما امیدواری ها بری است که ممکن معافیت برای یک مدت طولانی تر صورت بگیره اما تا هنوز تثبیت نیست چه خوب است که ما مراقبت های خود داشته باشیم و خود نگاه کنیم با وجودی که در وطن ما سیر ویروس پایین آمده اما سیر ویروس پایین آمدنش به این مالانه است که موج دوم وجود نداره ام. موج دوم یک مشکلی است که امروز دنیا را به چالش کشانده دکتر شب از نظر شما موج اول ویروس کرونا به جان بیشتر از ایزان ما را گرفتند حتی به سطح جان به باور شما موج دومش چقدر میتونه که تاثیرات منفی داشته باشه نسبت به موجه بدش فوقلاده خطرناکتر خواد بود متاسفانه به دلیل از که ما اکثر کسا ویروس را سپری کردن مقاومت ها فوقلاده پایین است ساخت و ساز پایین است هر مریضی که در کلینیک ها و در ماین خانه های شخصی حتی نزد ما مراجعه میکنن کسایی که موج اول ویروس کرونا را سپری کرده اونا از نفستنگی شکایت دارن از زوف و خستگی و بهالی شکایت دارن حتی ما بیمارای را داریم که میگه تا هنوز طعم دانمه دوباره نامده یعنی حس زائقه پیششون تا هنوز دوباره احیا نشده پس طبیعی که موج دوم کرونا اگر بیاید و این افراد دوباره مبتلا شوند خطر ساز برشون دکتر صاحب طبعا کسانی که موج اول کرونا گرفت مافیات وجودشان یا مقاومت وجودشان کم شده اگر موج دوم کرونا قرار است اونها را بگیره یا هم اگر بگیره چقدر میتونه تاثیر منفی بالاشان داشته باشد چگونه میتونه خود نگاه بکنن و مو نکات بداشی اگر در نظر میگیرن چقدر برشان میتونه مفید باشه در دور دوم عمده کاری که ما میتونیم بکنیم خصوصا بیمارایی که کرونا را سپری کرده توصیه ما برشان این است که اینا منظم باید ورزش داشته باشند غذاهای کافی و متنوع بگیرن ما در همه صحبت های گفتیم که گوشت و پلوی که ما در افغانستان به یک رایج ما تبدیل کردیم بسنده نیست و تماما ضروریات بدن پوره نمیکنه باید ما ویتامین کافی بگیریم باید ما آب کافی بگیریم منرال های کافی برای ساخت و ساز بدن ما ضرورت است لبنیات باید بگیریم اومیگا 3 یکی از ضروریات آمده و مفر و مفید بدن ماست ما و او دوستای ما که از مشکلات سیستمیک رنج میبرند مثل مرض شکر مثل امراض تایراید و دیگر مشکلات بهترشیست سیستمیک بهتر شیز که ورزش منظم داشته باشن اگر در کل ما همه ما ورزش داشته باشیم و یک غذای کافی و منظم بگیریم و یک اسکیجول منظم روزمره به یک تایم مشخص برای غذای ما داشته باشیم امیدوار که ما مقاومت بلندتر داشته باشیم تا بتونه بدن ما در برابر کرونا خوب تر دفاع خب دکتر صاحب در موج دوم کرونا چی آمادگی خاص باید داشته باشیم تا که خود در مقابل کرونا واقعا بکنیم باید در قدم نخواست حفظ الصحي شخصی را ما در نظر بگیریم که استفاده از ماسک است امروز دیده میشه در جامعه ما متاسفانه هموطنای ما از ماسک استفاده نمی کنن. و دلیلی که میگن فوق العاده یک دلیل ضعیف است که میگن ما کرونا را سپری کردیم به ماسک ضرورت نیست اما شش که یک دوره یک ویروس را سپری کرده چطور شده میتونه که ما چه, چه تضمین وجود داره که ما یک بیماری تازه دیگر نگیریم در وطن ما و شما ما و شما میبینیم که سینه و بغل فوق سیر خطرناک داشته و تا هنوز حتی اطفال ما را منظم ما واکسینیشن و پروگرام های واکسین تطبیق میکنیم که تا در برابر سینه و بغل معافیت داشته باشند نفس تنگی از اینکه ما یک موقعیت جغرافیایی افغانستان کوهستانی است ممکن ما یک مشکل اسما یا کدام مشکل دیگر را پیدا کنیم بناهن ششی که یک دوره مریضی را تیر کرده بهترش که ما با ماسک محافظت کنیم دوم فاصله اجتماعی را باید مراعات بکنیم هموطنان ما در نظر نمیگیرند در تجمعات عملا اشتراک میکنند هتل ها و یه محافل و عروسی را ما عملا میبینیم روزمره که تعداد زیاد از کتلات مردم جمع میشه در دفاتری که مراجعه میکنند فوق العاده بیروبار وجود داره اینی نقاطی است که باید در نظر بکنن تا خدای ناخواسته ما دوباره با این مرض مهلک دست و پنجه نرم دکتر صاحب بعضی از عزیزان ما هستند که در کشور ما افغانستان بخصوص در کابل که پایتخت افغانستان است و بیشتر از ولایت ها آمدن و اینجا زندگی میکنن اما زمانی که از ماسک استفاده میکنن از دستکش استفاده نمیکنن اگر از دستکش استفاده میکنن از ماسک استفاده نمیکنن میگن که اگر ماسک زدیم هیچ مهم نیست که مثلا ما دستکش بگیریم دایما شما صحبت بکنید چقدر تاثیر داره دستکش یک موضوعی را که ما میخوایم به های عزیزم بگویم که دستکش بهتر که صرف پرسنل طبی استفاده بکنن. به. ماسک فاصله اجتماعی و شستن دستها از اصول اساسی و پرنسیب های بین المللی بر دفاع از ویروس کرونا است دکتر صاحب میگن که دستکش خودش انتقال میتن میکروب را وقتی آه. که مثلا یک چیز از سر میز میگیریم مثلا یک گلاس است یک بشقاب است آن چیزی که میگیریم یا با, با, با کس قول میتیم میگن که انتقال میکنه پس از لحاظ شما میگین که استفاده نکنن بله دیسکش باید استفاده نشه در پلاستیک ها دیده شده که ویروس کرونا بسیار دیر وقت میمانه خصوصا در دستکش لاتکس که یکی از تحقیقاتی که در آسیا انجام شد ایر ثابت کرد در, در کشورهای که جغرافیایی معادل جغرافیایی وطن ما شماست بناً باید از دست دستکش استفاده نشه دستکش یک دلجمی کازه و یا دروغی نه پیش ما ایجاد میکنه که ما دستکش استفاده کردیم ما در یکی از پروازها متاسفانه دیدم که در داخل تیاره دوستایی که اشتراک کرده بودن هم دستکش میپوشیدن و هم غذا صرف میکردن دیگه فوق مشکل ساز هست بهترش است که ما هر زمانی که با اشیای اجنبی زیادتر تماس میگیریم و مشکوک میشیم که شاید ویروس وجود داشته باشه بهترش است که ما دستای ما را برای سی ثانیه با آب و صابون بشوییم یا از استفاده کنیم دکتر صاحب بعض از از عزیزان ما هستن که ماسک که استفاده میکنن بر یک بار بر بار دوم استفاده میکنن با بار سیم استفاده میکنن یا هم بعضو هستن که وقتی از ماسک استفاده میکنن با بار اول ماسک دوباره میشوین من <applause> مندازن و او خوش میشه دوباره استفاده میکنن چه قدر میتونه که تاثیر دا خوب داشته باشه چه قدر میتونه تاثیر دا منفی داشته باشه فوق سوال منطقی و بجای جای اشاره کردین از اینکه ما یک کشوری هستیم که از نظر اقتصادی فامیل و خانواده ما قدر توان اقتصادی بلندتر نداره پیشنهاد ما هم برای هموطنای عزیز می است که اینا از ماسک های استفاده کنن و ماسک های خانگی در خانه آماده بسازن که دوباره شسته و دوباره استفاده بکنن و مستقیم زیر شعاع آفتاب قرار بتن فوق العاده میکروب و باکتری که وجود داره او از بین میره یا اگر ویروسی فوق العاده موثر بسیار خوب سلامت باشین تشکر کنم سپاسگزار هستم وقت بخیر سلامت دوستای عزیز پیشنهاد می کنم که موج دوم کرونا رو هم جدی بگیرین همچنان نکات بهداشتی را هم, هم, هم مد نظر بگیرین تا اینکه که مبتلا به ویروس خطرناک نشین و سالم بمانین وقفه کوتاه داریم دوباره برمیگردیم در حاشیه آماده نشر است